حلقه دستته؟ آره مبارک دیگه متعلق شده دیگه متعلق شده واقعا؟ آره. کی؟ یه ماه پیش یه تو جدیده پس تازه دومانی آره بزن دست رو افتخار بزن آقا بزن بعد دیگه تا خونه مادر رفتیم دیگه خب چجوری قشنگ تو رفتی خواستگاری بودی تو هم؟ من نبودم هم ایران نبودی؟ ایران نبودی در جریان کلا نبودی؟ نه کادو چی گرفتی براش؟ کادو هیچی نگرفت به سلامتی آیه نیلاس خان شما چی؟ خبری نی؟ ما هم بگه ایشالله خود ببینیم خودت چی میخواد در شرفی؟ در شرف واقعا؟ در شرف یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به ازدواج؟ نزدیکه. ولی یه کوچولو توضیح بده مرداد برامون از این رفتنش به پرتغال چی شد؟ اصلا پیشنهاده چه جوری بود؟ چرا اونجا؟ من خودم خیلی دوست داشتم برم اروپا. بعد از چک پیشنهاد داشتم، جمهوری چک. ولی حقیقت فکر نمی‌کردم از پرتغال اصلا پیشنهاد بیاد. چون واقعا خیلی لیگ خوبیه. بعد یهو ایجنتم زنگ زد گفتش که بازیاتو دارم می‌بینن و از پرتغال بعدش خیلی خوشحال شدم من دیگه همه سعیمو کردم که دیگه زور آه 25 6 سالم دیگه من زور آخرمو زدم که برم بعد قبل بازی با پرسپولیس سپاهان جام حذفی رفتم ترکیه قراردادم بستم که خیالم راحت شد بعد اومدم بازی با پرسپولیس بازی کردم و بعدش دیگه رفتم دپورتیو آوس آوس بله کجای پرتغاله نزدیک 30 کیلومتر با پورتو فاصله داره آ با پورتو چه جوریه شهرش شهرش خیلی کوچیکه مثلا واسه زندگی مناسب نیست ولی 20 کیلومتر اونورتر یه شهری هست اسمش گیمارشه خیلی شهر خوبه قدیمی ترین شهر پرتغاله ایرانی اینا که هیچی یه دونه هم ندیدم من اصلا ندیدم خیلی کم یه دونه رفیق دارم شروین اسمش شروین اونجا تو پرتغال بله کجاست تو پورتو شروین تو رفیقت کی بود من با یه دونه تاجیکه بود اونجا رفیقم بود با من صحبت میگرد یافه زنگ میزنم میگفتم تو در کجا میگفت من در کوچه اونم من سوال میگرد تو در کجا من میگفتم منم در خانه اسمش چی بود؟ شروین که نبود؟ نه امرالله بود اسمش تو هم بگو از قرارداد جدیدت منم آمی ساقی رفتم گنت تیمه زنگ زد چند تا پیشنهاد حالا داشتم از این برمار بعد با سرمربی تیم ملی و کمک های ویلموس صحبت کردم بعد تصمیم گرفتم که برم اینجا تیمش هم خیلی خوب بود امکاناتش شرایطش کلا شهرش خیلی خوبه خدا رو شکر بعد رستوران ایرانی هم داره آره این خیلی مهمه این میز قورمه سبزی و آره چی بود که آره کدومتون بهتر دستی میندازه مرتا خودت سلطانش راستی من آقا تو پرتغال همه اینو میشناسن خدا وکیلی بعد من رو زنش همه میشناسن سر چی؟ بازی ها پرتغال رو دستی انداخت دیگه سر اون همه منو میبینم میخن بازی ها بیاد اون کارو میکنی گفتم نه بابا مرتا آخه بابا یو من میخواستم برای تیم کنم فلان بعد گفت خاک تو سر کل دنیا الان میشناسن خدایی من داشتم میدیدم من آقا اصلا کپ کرده بودم خدایی گفتم یا علی این چه ولی من آقا اینجوری کرد بالا نگاه کرد من فهمیدم میخواد یعنی اینجوری آره اینجوری کرد بالا نگاه کرد یه نیمکت هم نگاه کرد من فهمیدم یا اول این حس کنار هم بودنه چطوری بود؟ آقا میتونی خب خیلی خوب دیروز در اولین بار اومد تو زمین اصلا خدایی حس دیروز نپنگید خیلی حس عجیبی بود که داداشم مثلا داریم برای تیم ملی بازی میکنیم و فلان بعد یه گل زد که دیگه اصلا خدای انقدر خوشحال شدم رشید مزاری داشت تعریف کرد میگم مرتاد گل زد من فقط حواسم به تو بود به منم گفت اومد گفتش وقتی که تو گل زدی میلاد از تو خوشحال تر رشید بعد این یه تصویر اومد هم دیگه رو بغل کردید خیلی خوشگل با خونه صحبت کردی دیده بودن این با هم بازی کردن تو آره خوشحال بودن خب قطعا بالاخره خونه آدمون بالاخره آشنا همه خوشحال میشن که ما برای تیم ملی کشورمون بازی می‌کنیم مثلا دو تایی تو زمین باشیم و اینا دو تا داداش آره. بچه محله چی میگن بچه محله خدا روش خوشحال بودن متأخرین بار دو تا تو تیم ملی بازی کردیم خیلی خوشحال بودن چقدر شیرینی دادید تا حالا خدایی شیرینی به بچه محله آقا وقت اون سناریو هم نداشتیم که بریم محله ولی داشم اینا میدم مثلا خودشون همش دارن شیرینی میدن یه ما برشکست شده امروز مثلا میلاد گل به خودی میزنه اینا شیرینی میدن اینا خدایی دو تا داداش دیگه کیا بودن تیم ملی؟ فابیو اینا فابیو ایرانی این ایرانی آقا اینا فونیزاده بودن تیم ملی دیگه بعد
دیگه کی بوده میلاد جان؟ نه دیگه فکر نکنم. فکر کنم به شاهین و شاهرخ بیانیم. آره دو تا داداش. اصلا دو تا داداش دیگه کیا رو میشناسید؟ بردنه رایتو میشناسید؟ رایتو میشناسید میلاد جان؟ نه من نمیشناسم. بردنه رایت که هواپیما رو اختراع کردن و بابا بردنه رایت آره. آها میشناسم. بردنه تاچیبانا اونا کیه؟ بردنه رایت بگو کیه؟ کیه؟ بابا بردنه رایت چرا الکی من میگم میشناسید تو میگی میشناسید. نمیشناسم. بردنه تاچیبانا تاچیبانا رو که میشناسید. یه آسنسیو میگفتم بازیکن اسپانیا مسابقه کرد گفته یکی از بغل من رد میشد صدا میداد شنیدی اینو واقعا میگفت اوه آره اون میزاد چون من میدونم یه سری اینجوری از ناخواسته ازم در میاد هر تو استارت صدا میدی آره. تو پایان ها تو استارت اول که میخوام بزنم اینجوری ندا یهو که میخوام برم میاد صدا اولش آره گوشی تو بخوای باز کنی رو با صورت مهرداد باز میشه آره نه باز میشه فیس میگیری باز میشه آره مرتاد یعنی گوشه تو هم این میتونه باز کنه با صورت گوشه من از قصد چیز مثلا مدل بالا نمیگیرم که من آقا این نتونه باز کنه الان چی داری؟ 11 و 3 مدل بالا باید ماشین لیگ بلژیک بهتر یا لیگ پرتغال بالاخره دوتا لیگ هم خوبه دیگه لیگ پرتغال هم خدایی خیلی جنگنده و خیلی سخته توش بازی کردن لیگ بلژیک هم خدایی خیلی سخته توش بازی کردن دوله تیمای کلاب بروژ و اندرلخت و استاندارد اینا بازی میکنن اصلا بازی خیلی حساس میشه ولی مثلا تیم لیگ پرتغال سه تا تیم خیلی بزرگ داره بقیهشون مثلا تیمهاشون خوبه مثلا سخته نیست میگم من آقا نزدیک به همه نزدیک به همه دقیقاً پرتغال الان لیگش خوبه مثلا خوبه دیگه نه بلژیک خوبه یو پرتغال خوبه تو که از تو یخبندان بالاخره فرار کردی دیگه اوه من آقا یه دونه بازی داشتیم دما منفی 17 بود اینقدر سرد بود بعد روز قبلش دما منفی 2 بود آقا ما رفتیم تمرین کردیم چمن اوکی بود فرداش اومدیم منفی 17 بود بعد رفتیم تو زمین چمن صفر شده بود یخ بعد یخ بعد میرفتیم مثلا خورس خورس صدا میاد بعد ما فکر کردیم بازی رو لغو میکنن هیچی دیگه بازی هم ادامه پیدا کرد و بین نیمه میخواستم برم زمین هوا انقدر سرد بود خدایا یکش پیدا شد تیر چیزی به ما بزنه نیمه دوم نمیزنه زمین باز کنه خلاصمون کنه آره بعد نیمه دوم رفتم زمین باز کردم آوردم راستم یه گلم زدم آوردم رو راستم اینجوری توپ اینجوری انداختم برای فوروارد و توپ خورد زمین رفت گل مثلا هیچ حواسم نبود انقدر سرد بود بعد یهو دیدم همه دارن بودو بودو میام سمت من میلاد فلان بعد همه بازیکن دارن میخندن چون مثلا حواسم نبود چیکار کردم خیلی سرد بود اونجا هم دوستت داشتن دیگه رفیق شده بودی بالاخره باهاشون آره خدا رو شکر تو روسیه هم یاد گرفتی آره الان با چند تا بازیکن اوکراینی داریم تو همین خنت بعد باهاشون روسی حرف میزنم یه جمله روسی بگو الان یکم استرسم یهو پرسی یه جمله به پرتغالی تو بگو تا من فکر کنم اولاتی دوبی یعنی سلام چطوری؟ من صبح میشه صبح بخیر میشه بوندیا. اینا رو خواهم من یه جمله بگم. شتو بی خطیت دلش یعنی چیکار می‌خوای کنی؟ بلژیکیه؟ نه بو روسیه. روسیه؟ یه دیگه بگو. شتو بی خطیت دلش. تو دیگه پرتغالی چی بلدی؟ زیاد بلدم. زیاد فوش میشم. فوش هم بلدم. اه. گفت. بریم. آماده این پسر بزرگی دایی کوچیک اسمش چیه؟ پسر بزرگی دایی کوچیک. جواد. میلاد گفت خیلی دای کوچیکه دای کوچیکه نداری خب یه دونه هم داشته باشی کوچیکه حساب میشه نداری دای کوچیکه چیزی داری دختر داره آ پسر نداره خب جواد کیه جواد دای بزرگیه آها دای بزرگیه دای یه دونه مونده بزرگیه یه دونه چند تا داییه سه تا دایی یه دونه هم که به رحمت خدا داره آقا دای سومی اسمش چیه احمد دایی سومی عبالا سلمانه دای بزرگه میشه دیگه دای سومی دای بزرگه میشه سومی دیگه عبالا یک عبالا سلمان احمد تو درست پس الان میلاد یکی مهرداد جلوه یکیت فعلا منم نه ها پسر دومیه دای سلمان نداره عمو سلمان عمو سلمان داریم من نه دای سلمان داری دای سلمان پسرش نه اسمش چیه پسرم پسر نداره؟ کی پسر زیاد داره؟ پسر کی داره؟ بابا دایی رزا بابا نه دایی رزا هم زیاد پسر داره خشنگ بود باباش هم چند تا پسر داره بابا؟ چهار تا راست میگه کوچکترین پسر خاله؟ محسود باسکول چرا باسکول؟ نه باسکول
قبلا اومدیم تو محل خب مدرسه بودیم یه دفعه اومدیم بیرون این از این تیه برقاست اینجوری نه این اول اومد به محسن ما اینجوری کرد مهد آقا یه چیز جدید یاد گرفتم بعد گفت محسن گفت چی یاد گرفتی رفت بالای تیر مهد آقا این چراغش اینجوری اومده از اون آویزون شد به خود من فکر کنم دارم خواب میبینم برق میگیره اصلا داستان من خدا شکر برق نگرفت اینقدر چه شما شهر نیستید تو خانوادتون تازه ما شهر اون یه چی دیگه است نه خب دیگه تو بازی ها کی میبره معمولا سنگ کاغذ قیچی گل یا پوچی بیا سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی تو دیر اومدی نه چی را بودم شما جرزنید یکی تو یکی یه بار دیگه ستاییه سنگ کاغذ سنگ کاغذ قیچی آفرین مرتضی سنگ کاغذ قیچی ما یه بیرو برش شما ولی من آقا اینجوری من نمیم سنگ چرا؟ عرفش اینجا ولی تو داری جرزنی میکنی تو فکر نکن رفتی به ازجی با اینجا بیرون مدم اشجا من میخوام خدایی به موقع بیارم ولی نمیشه بیار سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی بابا اینجوری نشکن یه قضا بگید که نقطه نداشته باشه ماک ماکارا آلو آلو پولو نه کوکو بگید حالا یه قضا بگید دو نقطه داشته باشه بادم جون بادم جون سه تا ده قیمه نه کباب چی گفتی تو؟ قیمه که همش نقطه است کباب مردم کباب آفرین در یه پسر سه نقطه بگو ترابی رزاق عجب اسمی گفتی از کجا بودی درست؟ رزاق چرا من خفم بود نه؟ خفمی گفت یه چیزم راستی افتم من آقا بگو من یه سوال ازت میپرسم جواب بده من آقا دانش جغرافیا ما چه کنم؟ مدرک تحصیلی چیه من آقا؟ ارشد کارشناسی ارشد من خدایش دیپلمم خدایش که دیپلم نگرفتم دانش جغرافیا به ما چه کمکی میکنم؟ دانش جغرافیا ببین مهد آقا شما که ارشدی خوب جواب میدی یا من دانش جغرافیا خب معلومه چه کمک چه کمک بفهم خب میشناسیم که کشورها کجان شهرها کجان آب و هواشون چه جوریه خاکشون چه مدلیه کامل توضیح کامل توضیح یه چیزی که اصولی باشه ارشد من نری من بیننده میبینه بچه فلا زیر دیپلم بگو میگم چی داره خب حالا این من اینا به ذهنم میرسه من بگم میلاد سوالو بپرس دانش جغرافیا به ما چه کمکی میکنه دانش جغرافیا به ما کمک می‌کنه که محیط زندگی خود و محیط‌های دیگر رو بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در محیط‌های مختلف آگاه شویم. حال کردی نه آدم. نه آدم خوشت اومد. نه KFC. نه زیاد سوال ابتدایی. فقط همینو. همینه فقط. مادرم میگفت اینو حفظ کن. خیلی مهمه. خیلی مهمه. معلم اینو حتما ازت می‌پرسه. منم همونو فقط حفظ کردم کل. چند شدی؟ یه دونه اونو پرسی. اونو جواب دادم یه جایزه هم بهم داد هیچ چی نتونستم جواب بده فقط خودم جواب بدم بعد دیگه از چهارم ابتدایی به بعد همون دانش جغرافیا رو فقط اوکی بود نه از همون اول ولی تو چهارم یه سیر سودی داشتم بعد دیپلمو نگرفتی آخر دیپلمو نگرفت بردا جان پرتغال چجوری نوشته میشه به خدا نمیدونم به انگلیسی نه رو قش من نمیدونم چجوری یعنی خیلی شک داری آره الان تو میگی یه نقطه است یا دو نقطه؟ من میگم دو نقطه است تو چی؟ من میگم دو نقطه است خب اونو که میخورن ها؟ نه با